دیگر از دست واژه ها کاری بر نمی آید. حرف هایم خستند و فکر هایم چه بگویم که تو ندانی؟ مثنوی نگاه هم را بخوان. یک دنیا شعر نخوانده برایت. خانوم ها، آقایان، به لیدیز 12 خوش آمد. بیننده برنامه لیدیز با یه لیدیز دیگه در خدمت همگی شما عزیزان هستیم. برنامه امروزمون در مورد احترام هست، خانم های ایرانی و احترام در جامعه جدید. تعریف احترام چیه؟ احترام به معنی احساس مثبت از ارج نهادن و اعتنا به فرد یا شیء هستش که فرد احترام گذارنده اون رو شایسته این حس زیبا میدونه. احترام یعنی شما به فرد یا چیزی که توجه میکنید و اندازه ای از ارزش رو قائل میشید که در رفتار و اعمال شما نفوذ پیدا میکنه و نمود داره. همه ما کوروش کبیر رو میشناسیم، از پادشاهان هخامنشی ایرانی، یعنی نه تنها ایرانی ها بلکه همه دنیا میشناسنش. به خاطر منشور کوروش کبیر خیلی معروف است. کوروش کبیر برای کسب احترام 6 تا اندرز به ما داده که من همین اول برنامه سعی می‌کنم که همه رو یک به یک براتون تک به تک توضیح میدم. 1. تنپوشت همواره آراسته باشد. گرچه لباس زیبا همیشه باعث احترام نمیشه، ولی مرتب بودن و تمیز بودن این تنپوش باعث میشه که فردی که با در کنار ما هست روی به اصطلاح دیدش که نسبت به ما تاثیر بذاره. پس لباس زیبا و آراسته باعث تاثیرگذاری روی دید فرد مقابل میشه. 2. به هنگام گفتن سنجیده و به گاه شنفتن آرامیده باشید. یعنی چی؟ یعنی که انقدر تو دنیای اطراف ما چیز برای یادگیری هست که بهتره بیشتر از این که صحبت کنیم گوش بکنیم. 3. دروغ نباید گفت. هیچ راهی سریع‌تر از دروغگویی برای از دست دادن احترام وجود نداره، به خصوص زمانی که دروغگویی با حماقت همراه میشه. 4. فروتنی برگزینید. فقط انسان‌های نادان فخر فروشی می‌کنند. 5. دانه‌های دوستی بکارید. خونگرمی و رفتار دوستانه به این معنی نیست که نمی‌تونید مؤدب باشید. مطمئناً ادب و دوستانه برخورد کردن دو تا در کنار هم هستند. و رعایت ادب و نزاکت هیچ وقت خصومت و رفتار خصمانه رو در طول تاریخ به دنبال خودش نداشته. 6. من نام یکان یکان افسران خود و پسران در سپاهشان را می‌دانم. مطمئناً به خاطر آوردن اسامی و اون چه که به شما گفته شده نشون دهنده توجه شما به جزئیات هست و دقیق و باهوش بودن شما رو به فرد القا میکنه. یکی از گزینه هایی که در مورد احترام میشه در موردش صحبت کرد، احترام متقابل هست. احترام متقابل هم که شامل حفظ حقوق انسانی دو طرف، یعنی در یک رابطه امنیت جانی و فیزیکی و جنسی و عاطفی دو طرف به یک میزان حفظ بشه. بخش دیگه و مهم این ارتباط که خیلی هم اهمیت داره اینه که طرف مقابل رو در واقع بهش احترام بذاریم. چون تو بخش اولی که شما گفتی بهار جان، این که احترام به حقوق دیگران، اتفاقا این مبحثی هست که به نظر من خیلی نیاز به باز شدن داره برای ما. اینکه احترام به حقوق دیگران یعنی چی؟ احترام به حقوق دیگران یعنی که مثلا فقط ما بهشون سلام بکنیم، یا اینکه حالا
از قدیم توی جوامع ایرانی در واقع تو خانواده ایرانی هست که پامونو جلوی بزرگتر دراز نکنیم. اوکی، اینها یک سری رفتارهای حاکی از احترام هست که ما به طرف مقابل میذاریم، ولی فقط این نیست. درسته. خیلی گسترده‌تر از این هست که ما بخوایم احترام به حقوق دیگران بذاریم. مثلا اینکه تو بحث‌های خانوادگی یا بحث‌هایی که برسات بین افراد مختلف ممکن شکل بگیره در جوامع، در بین ایرانی ها به خصوص، خب ما ایرانی هم که میدونیم کلن تو همه چیز عالم دهر هستیم و هر موضوع و هر مطلبی که پیش میاد خب ما یه چیزی برای گفتن داریم، صاحب نظر هستیم و خب نظر ما خیلی اهمیت داره و وقتی بحثی پیش میاد هر کسی نظرش رو میگه، بحث رو پیش میبره. فقط کافیه که یه نفر نظرش متفاوت باشه با نظر ما. تا جای ممکن پیش میریم تا بتونیم نظر اون فرد رو موافق نظر خودمون بکنیم. یعنی این بحث انقدر داغ میشه و شاید اصلا از موضوع اصلی فاصله بگیره. بله. هدفش چی هست بین اون دو نفر یا چند نفر؟ این که همه تلاش این دارن که نظر خودشون رو به جمع القا بکنن. دقیقا. و خب این خوب نیست، این در واقع یه جور احترام نذاشتن به نظرات متفاوت هست. پس یعنی چی آزاده جان؟ یعنی این که ما طرف مقابلمون رو همونطوری که هست بپذیریم، عقاید و نظراتش رو همون شکلی که هست داشته باشیم و دوست داشته باشیم. دقیقا، به خاطر اینکه من آزادم با این شخصیت. بله. با این آیدیا، با این فکر، با این نظر، شما بهاره هستی با این آیدیا، با این نظر، و همین جمع تفاوت‌ها است که جامعه را جالب می‌کنه. اگه قرار باشه که همه مثل من باشن، خب خیلی جامعه روتین، خیلی جامعه تکراری، خیلی همه نظرات عین هم، دیگه اون هویت معنی پیدا نمی‌کنه. هر کسی برای خودش دیگه هویتی نداره. پس اینکه افراد توی بحثا معمولاً سعی می‌کنن که نظرات مخالف، نظرات متفاوت خودشون رو به سمت نظر خودشون متمایل بکنن، این یه جور در واقع احترام نذاشتن به حقوق دیگران هست. بله. و حتی تاب تفاوت نداشته باشه. حتی در زندگی زناشویی هم ما این قضیه رو میبینیم. زوجهایی هستن که در بعد به ازدواج سعی میکنن که با خودشون فکر میکنن که من ازدواج میکنم ولی طرفم رو سعی میکنم تغییرش بدم. پس نکته خوبش این هست که سعی کنیم که طرف مقابلمون رو همونطوری که هست بپذیریم. و خاطر اینکه این یکسان کردن اتفاقا اصلا نکته جالب و در واقع دلچسبی نیست. زیباییش به این هستش که دو نفر با تمام تفاوت‌ها در کنار هم باشن. من شما رو میپذیرم دقیقا با همین شرایطی که هستی، با همین ویژگی‌ها، با همین عقاید، با همین افکار و نظراتی که داری. شما هم به همین صورت من رو با همین صورت باید بپذیری. اینکه من با این ایده پیش بیام و با این تفکر بیام جلو و که تو ذهنم اینو دیولپ کنم که آره من خب اوکی این آدم حالا یه سری تغییرات یه تفاوتایی داره که خب با اون خط فکری من بله. ممکنه یه جاهاییش یکی نباشه، متفاوت باشه. اجازه بدید بحث دارم. رو بذاریم یک میان برنامه ببینیم، برمیگردیم با هم. داشتیم میگفتیم اینکه تفاوت‌های همدیگه رو بر اساس بپذیریم. واقعا اگر من یک نظری دارم که توی موضوع متفاوت از نظر طرف مقابلم هست، طرف مقابل تو ذهنش این قضیه رو سعی کنه بپذیره با همین شرایط. جمع این تفاوت‌ها هست که میتونه جامعه رو در واقع باعث توسعه‌اش بشه و جالب بکنه. یه بحث دیگه که شاید توی زمینه احترام خیلی جالب باشه این هستش که وقتی ما حرف از احترام میزنیم فکر میکنیم که خب احترام یعنی به فرد دیگر احترام گذاشتن. در واقع این احترام به فرد دیگر یا افراد دیگر یه جوری احترام به خودمون هست. بله. وقتی من احترام به فرد مقابلم میذارم در واقع شخصیت خودم رو دارم تعریف میکنم که من هم واجد احترام هستم، به من هم باید احترام بزنی، همچین توقعی دارم. بله. که به من هم متقابلا احترام گذاشته بشه. مثل این هستش که مثلا ما تو رانندگی ممکنه خیلی این اتفاق بیفته. میگم خیلی از ما این تجربه رو داریم که یه در حال رانندگی هستیم،
یک حالا یک ماشین دیگه یه حرکتی انجام میده جلوی ما و خلاص این ما رو به سرحد عصبانیت میرسونه، یه ناسزایی از دهنمون در میاد، یه چیزی میگه و احساس ریلکس بودن میکنه. آخ جون من اینو گفتم، خیلی خیالم راحت شد، خب به برنامه ادامه میدیم. این حرف ناسزا و این حرف نادرست که از دهان ما در میاد در واقع یه جور انرژی منفی داره، یه بار منفی داره که ما اینو داریم به بیرون منتشرش میکنیم و دقیقا مستقیم به خودمون برمیگرده. هر چی که میگیم اگر بار منفی داشته باشه و در فرهنگی جامعه به عنوان یک حالا حرف ناسزا یا حرف زشت تلقی بشه، داریم اوکی اینو میدیم که خب به منم اگه اینو گفتی نوش جونت، خوب گفتی، بله. احساس آرامش بهت میده. در واقع این احساس آرامش نیست، احساس منفی است که فکر میکنین احساس آرامش هست و تا فکر میکنین تا زمانی که نگیم اینو آرامش پیدا نمیکنه. شاید جوابش یعنی یا بخوام بگم راه حلش این باشه که این اتفاق میفته، یه فرد توی مثلا میگم تو محیط توی اون سناریوی رانندگی یه حرکتی انجام میده که مطابق با حالا قوانین نیست، مطابق با خواسته ما نیست، ما به سرحد عصبانیت میرسیم، اصلا نیازی نیستش که همچین عکس العمل نشون بدیم، یه نفس عمیق، یه ریلکس شدن و ادامه مسیر. گفتن و نگفتن این حرف زش عملا توی اون اتفاق تأثیری ایجاد نمی‌کنه واقعا، یعنی اون اتفاق افتاده آلردی، هم تموم شده و این گفتن بار منفی گذاشتن روش فقط به خود ما برمیگرده. دقیقاً همطوره. مسئله دیگه اینو که من میخوام در موردش صحبت کنم در مورد تعارف ها هست که این تعارف ها فکر میکنم که توی جوامع شرقی خیلی به شدت متداوله. بله باب این که ما تا کسی رو میبینیم مخلصم و چاکرم میگیم ولی در پشت قضیه داریم ادای احترام گذاشتن رو در میاریم و اینکه فکر میکنم که ممکنه که به زبان داریم احترام میذاریم ولی در دلمون داره چیز دیگه ای میگذره. دقیقا، یعنی که این احترامه، این مخلصم این چاکرم کردن و الفاظی از این دست شاید فقط یه لقلقه زبان باشه که انقدر تکرار شده که آدم ها دیگه فقط مثل سلام خدافزی یا سلام مثلا حال چطوره که هر روز ممکنه به هم دیگه بگن، همین لقلقه هر روز تکرار میشه. آره، و ممکنه تاثیر توی فرد مقابل احساس کنیم که مثلا داریم به اون فرد احترام میذاریم ولی عملا در ذهن ما چی میگذره، اون سناریوی ذهن ما یه چیزی کاملا شاید در جهت مخالفش باشه. دقیقا همطوره، یعنی اون حسی رو که ما داریم خیلی متفاوت هست با اون چیزی که داریم بیان میکنیم و این کاملا با تعریف احترام متفاوت هست. ما ژاپنی ها رو میشناسیم به عنوان افرادی که به عنوان کسانی که خیلی آدم های مؤدبی هستن، با نزاکت هستن و اینکه به هم خیلی احترام دارن میگذارن. ژاپنی ها خیلی سعی کردن که به افراد، یعنی انقدر این احترام گذاشتن در فرهنگشون از قدیم جا افتاده که احترام به شخص و احترام به طبیعت جزء زندگی روزمره‌شون شده و حتی آموزش و پرورش هم داره سعی میکنه که این رو یه جوری بیشتر روش تاکید کنه و قدرت بیشتری بهش بده. دقیقاً، اگر ما فیلم های ژاپنی رو برگردیم به اون زمانی که خب فیلم های ژاپنی شاید خیلی بیشتر توی رادیو تلویزیون ایران نشون داده میشد داره تو نسل های قبلی، میبینیم که این داستان احترام واقعا جد.